تفاهم سیاسی یا جنگ طولانی، دو گزینه حیاتی روی میز افغانان. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، میگوید که افغانان پس از خروج نیروهای خارجی از گزینه های تفاهم سیاسی و یک جنگ طولانی باید یکی آن را انتخاب کنند. خلیلزاد اما امیدواری کرده است که رهبران افغان از اشتباهات گذشتهشان هنگامی که نیروهای اتحاد شوروی از افغانستان خارج شدند آموخته باشند. اما افغانستان با کدام سناریو روبروست؟ تفاهم سیاسی یا جنگ طولانی؟ به نام خدا و درود بر شما به برنامه محور خوش آمدید. مهمانانم در برنامه امشب آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعه، که روی خط اسکایپ از کانادا در برنامه با ما وصل است. آقای مولانا فرید، نماینده ویژه معاون نخست رئیس جمهور افغانستان، و آقای خالد اسد، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، در برنامه امشب هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان به برنامه. اجازه بدین در اول سراغ آقای قیومی بریم به کانادا و با ایشان بحث را آغاز بکنیم. خیلی خوش آمدید آقای قیومی. آنچه که خلیلزاد در مجلس سنای امریکا گفت، امید بخش بودند یا ترسناک و ترس آور؟ خانم خداوند، سلام خدمت شما و همه مهمانان گرامی در بحث. سلام بر شما. خب صحبت خلیلزاد انصافا امروز ما شنیدم، بخش زیادش در مجلس، مخصوصا مجلس رابطه خارجی سنا. اول صحبت های خلیلزاد، قبل از اینکه خلیلزاد صحبت بکنه، دقیقا 4 روز قبل از امروز به تاریخ فکر میکنم 21 و 22 اپریل جنرال مکنزی صحبت داشت. بله. در همین جایی که آقای خلیلزاد صحبت کرد، برداشت من این است که بین صحبت های آقای خلیلزاد و آقای مکنزی و رئیس ستاد ارتش نیروی امریکا یک پارادوکس و تناقض بسیار آشکار دیده میشه. اونا قبلا جنرال مکنزی گفت که در قسمتی که خروج نیروهای امریکا به اساس تصمیمی که از قبل گرفته شده رخ بده، تبعات منفی ممکن است داشته باشه. تاکید او و برآوردش بود که نیروهای امنیتی افغانستان عمدتا در جنگ متاثر و از حمایت هوایی امریکا برخوردار هستند. خب پیشمینیش تا حدودی بود که نگرانی وجود داره که اگر بتانند در برابر طالبای جنگ دوامدار ادامه بدن، و در عین زمان اونا پیشنهاد داشتن که یک تدابیر گرفته شود به خاطر که یک بدیل بعد از خروج نیروهای امریکا از افغانستان، مخصوصا جابجایی افراد نظامی در کشورهای منطقه که نزدیک به افغانستان هست. اما آقای خلیلزاد تا حدودی دلایل روشن نداشت، اما صحبت های خلیلزاد نشان میده که زیاد نگرانی وجود نداره، امکانات دفاع هست. اما در عین زمان خلیلزاد مشخص نکرد که چگونه ممکن است که با توجه به یک کسی که تجربه نظامی داره هم چیزها را میکنه، و خلیلزاد صرف به باور خودش تاکید کرد که جای نگرانی نیست. خب یک نوع تناقض آدم میتونه که بین دو مقام بسیار ارشد امریکا در امور افغانستان پیدا بکنه، و از سوی دیگر ما برداشتم ایست که صحبت های آقای خلیلزاد بیشتر توجیه کننده افراد نزدیک آقای بایدن، مخصوصا وزیر خارجه مشاور شورای امنیت بود. عمدتا آقای خلیلزاد تلاش کرد که تصمیمی درست غیر مسئولانه ای که گرفته شده یک توجیه بکنه. ولی خب با وجودی که خلیلزاد فرار کرد از برخی از پرسش هایی که ریشه داشتند در نگرانی و نگرانی ها در افغانستان، اما خوشبین بود. من میخوایم بپرسم که خوشبینی آقای خلیلزاد چقدر همخوانی داره با واقعیت های درون افغانستان با وضعیتی که افغانستان در حال حاضر داره؟
خوشبینی آقای خلیزاد باور من است که بخش زیادش ارتباط میگیره به نقش پاکستان در پروسه ایستن. بله. آنچه که ارتباط میگیره با واقعیت افغانستان و ما باور می‌کنیم که قدم‌های مثبتی که در قسمت توسعه رابطه یا بهبود رابطه با پاکستان تا هنوز برداشته نشده در پروسه اصل پیش نیازهای اصل ایجاب می‌کرد که در قسمت هم امریکا و تلاش‌های مثبتی را بازی می‌کرد، مخصوصاً شخصی آقای خلیزاد که در تماس نزدیک با پاکستانی است. خب ما تا هنوز این نگرانی وجود داره که چقدر پاکستان صادقانه از روند صلح در آینده حمایت میکنه. ما فکر میکنم زیاد خوشبینیش با واقعیت‌های امروزی افغانستان نزدیک نیست. و از سوی دیگر تصور ما است که گرچه آنچه که بسیار دراز مدت تعیین کننده ثبات سیاسی در افغانستان است، و از سوی دیگر تحولات درونی و همبستگی و یکپارچگی مردم افغانستان و دولت افغانستان را میتونه که به عنوان یک فاکتور در خوشبینی نقش مثبت بازی بکنه. سپاسگزار از شما. دوباره برمیگردیم آقای قیومی. آقای اسد، برداشت شما چی بود از آنچه که خلیلزاد در مورد افغانستان در سنای امریکا گفت؟ فکر میکنین که خلیلزاد آنچه که واقعیت است را بیان کرد یا نه؟ خیر، به گفته آقای قیومی توجیه کرد خروج غیر مسئولانه امریکا را از افغانستان. سلام و تاس و طول و مرگر و تولیدون کتا. یو چو امریکان خصوصا رئیس جمهور جو بایدن او دیگه تیم و خلیلزاد وظیفه داوه سنگ دی کوله سی ده افغانستان شل کلن جگره تا پیو شکل باندی دی خاتمه ورکی او لدغ زای نده زانون و باسی دا چی دی پا دی باندی لدوزار چور لس و روس سلا پام دی باندی کار کولاد نی اوباما و روس ترامپ بلاخره دی جو بایدن پا دوره که دی پا دی باری الیکیزی تو روس پوری ملادی چکل اوزی دی وقت سنگ مخل دی وضعیت نه ځان وباسو او دا شل کلنه جګړه ختمه کړو. تاسې خلیلزاد په خبرو کې یو ضد و نقیص حالات و خبره وکړه که چیرته موږ په دې پوه شو چې طالبان د حقوق بشر یا هلته موږ ته په خطر کې و موږ به بیا سرکوب و. بله، پوښتنه اساسي دا ده رښتیا هم د افغانستان ولس او ټول دنیا په دې متیقن ایا امریکایانو رښتیا هم طالبان سرکوب کړی؟ دغه سوال ده چې دا شل کاله کې څو ځله دی تکرار دی چې په شل کاله دلته حدود دی یو لکو دیر زرس دی اسکر و چمرو طالبان سرکوب نکرد، طالبان لا قوت پیدا کرد او دوی بیا وای چې موږ به بیا رازو او بیا بیا که چه خطر سو موږ به دی په مقابل کې ډیر کلک دریزو. دغه څه ده چې افغانانو ته تل خصوصا ولس ته دا غولوونکي خبرې ښکاري چې فقط امریکایان غواړي له دې ځایه ووځي. تاسې که مخکې زموږ دوست مو وویل چې د امریکا د نظامیانو و استخباراتو او دی هغه د خارجي وزارت چې کومې خبرې کې ډېر متفاوت دی، ضد او نقیص وي. هغه له یو ویرې نه په راتلونکي کې خطر هغه څه چې دی شل کلنه لاسته راوړنه غواړي، د حقوق بشر، د ښځو حقوق، تعلیم او تحصیل زمینه په افغانستان کې بیا دی وایي چې تروریزم ځالې دلته راپیدا نه سي، قوت نه کې پیدا، هغه په هغه فکر کې ده. مګر سپیده مانه وزارت خارجه په دې ده چې موږ دا جنگ څنګه خاتمه کړو، دا د امریکا په تاریخ کې اوږد جنگ و چې دغه نه څنګه موږ ځانونه وباسو. دغه څه دي زما په نظر خلیلزاد هغه ځوابونه ورکول چې شاید خپله سناتورانو ته یې هم د قبول وړ نه و، یو شکل یې له وضعیت نه. ولی وقتی میگه که افغان ها یا افغانستان دو تا گزینه در پیش داره و بس، یا تفاهم سیاسی انجام بتن و به یک توافق برسن که روند صلح منظورش میتونه باشه یا است، یا ای که گزینه دومی جنگ است و ادامه اینمی یک جنگ طولانی دیگر و جنگ خستکن و خونین دیگر. فکر نمیکنین که امریکا گذاشته مسائل را بر دوش خود افغان ها که انتخاب بکنن، یا میخواین جنگ بکنن و یک دیگر را بکشن به سالهای دراز دیگر، یا نه خیر باید توافق سیاسی به دست بیایه و این جنگ ختم شود؟ یعنی امریکا پایش را کشیده، دیگر احساس مسئولیت در قبال افغانستان نداره، به همین معنا نمیتونه باشه؟ که امریکایان از ما به نظر چه دی افغانانو تا هر چه پریدی افغانانو تلویخ کلامه که موږ بدون د مداخله د خارجیانو لغت و قوتونو افغانستان نسبتا تر ډیرو ممالکو یو دموکراسیم درلوده،
یو ازادي بیان هم درلود یو نسب یو ډیر آرام مملکت و له هر لحاظ مو خو چې کله مداخله اضافه سوی دا وضعیت ورسل امریکایان اصلا د وضعیت زمینه سازی دی کړی ده نو د چنن د دې وضعیت نه وځي چې یا به جنگ کوي یا به جوړی زی تاسو نو دا شل کله څه کول تاسو خو شل کاله دا زمینه کچیرته په اول بون کې 2001 کې همدغه طالب ته ځای ورکړ سوی وای او همدغه طالب راغوښتل سوی وای همدغه توافق چې نن په 2000 کې سوی و په 2001 کې شوی وای همدغه مثلا حزب اسلامي پیغو وخت نه سره جوړ دا وضعیت په د افغانستان شل کاله دومره افغانانو تلفات دومره افغانانو قربانی وضعیت د مملکت دی یعنی میگن امریکا پایش دخیل است در مسئله افغانستان و مسئولیت داره تا این مسئله را جمع کنه یعنی امریکایانو که چیرته دغه فکر چې دی وس وای چې وس د افغانانو خپل منځ کې جوړ دا رښتیا هم د موږ د افغانانو مسئولیت ده دا دغه زموږ د خپل کور د خپله به جوړېږو مګر هم دی له اولې ورځې په همدغو کور کې مداخله وکړه مثلا 2001 کې دی راغلو د یوې ډلې په خاطر دا وضعیت یې څه رقم هلته ورسوه هلته یې فقط یو طرف خبره واخیستله نن موږ دغه وضعیت ته رسېږو چې نن طالب ته هم امریکایان هم حکومت هم سیاسون ټول ورته وایي چې راسه موږ سره جوړېږو که ته راسره جوړ شي دوباره میایم آقای فرید خب فکر میکنین که خلیلزاد معماری همین روند صلح افغانستان است چی گفتگوهای امریکا با طالب بعدش هم یکی ادامه گفتگوها تا اینجا میراثی که گذاشته در مسئله افغانستان و در بحران افغانستان چی است؟ آیا دستاورد داره خلیلزاد؟ آیا یک خشت درست و اساسی و بنیادی را گذاشت که میتونیم تکیه بکنیم با او یا نه خیر فکر میکنین راه یا دیوار از اما اول کج گذاشته شد با تلاش های خلیلزاد بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام خدمت بینندگان محترم مهمانان در میز ما از آقای خلیلزاد و صحبت های متناقضی که از بعد دو مذاکرات دوحه تا امروز داشته است ما فکر میکنم که لازم نیست که آدم بالای صحبت های خلیلزاد تبصره بکند و حتی قابل تبصره نیست بله یک شخصی اثرگذار است خودش از نظر ما یک شخص اثرگذار منفی هرچی باشه همین روند را آغاز کرده درست است؟ به نظر ما هیچ ضرورت نبود که آقای خلیلزاد دوحه می رفت بله. این ضرورت نبود سفر به اطراف و اکناف دنیا می کرد وقتی که تصمیم داشت امریکا از افغانستان بدون قید و شرط بیرون می شد ضرورت چی بود که خلیلزاد برای خود پول پیدا کرد دارایی پیدا کرد جایگاه پیدا کرد سفر کرد خود مطرح کرد ما خود دیدیم تمام تلاش خلیلزاد نتیجهش همی شد که هیچ چیزش پذیرفتن نشود امریکا بگویند که ما در تاریخ در مینه 11 سپتامبر بیرون میشیم بله نتیجه کار خلیلزاد چی؟ دو طرف به روی میز آورد این فکر میکنین گپ کلان نیست؟ ببینیم که در بسیار جای مسکو هم آورده دو طرف روی میز روسیه هم دو طرف دو بار آورد در روی میز دو طرف جنگ اما نتیجه ما که بحث میکنیم سر نتیجه بحث میکنیم درست. ما سر تعارفات و تشریفاتی که باعث خسته کننده باشه امید کاذب ایجاد بکنه و نتیجهش هم ایج باشد این نوع مسائل ما نه قابل بحث میدانم و نه به خلیلزاد غیر نمره ناکامی کنم نمره موفقیت میتونم ببینین خلیلزاد یک وقت میگفت که یا روی همه چیز موافقه میکنیم یا هیچ موافقه نمیکنیم دقیق همین گپشان بیانه بود بله بعد از موافقیشان هم گفتن موافقه مشروط است اگر هر جانب از این موافقه عدول بکند اون هموست که میدان موافقت هم میبازه و موافقت دیگه عملی نمیشه بله این گپای آقای خلیلزاد بود بعدا آمدن در افغانستان امریکایی ها با ناتو یک اعلامیه در حمایت از دولت افغانستان صادر کردند. و بعدتر از او امروز خلیلزاد باز میگوید که افغان ها دو گزینه دارن اگر ما گزینه داشتیم تو چرا درد سر برای مردم افغانستان خلق کردی؟ اگر ما گزینه داشتیم شما چرا دعوای مالکیت کردین رفتین با یک بخش افغان های
آدم کش بگویم افغانای غیر مسئول رفتین یک حکومت در دور زدین صحبت مذاکره کردین. بنان به نظر ما مسائل مربوط به امریکا بحث شده اما بحث در رابطه با روابط امریکا بحث شده، منافع امریکا بحث شده، اما یک دولت هم دور زده شده است. بله. و بایم ما یک جانب دیگه قضیه را هم در نظر بگیریم. یک دولت مشروعی که اینمی امریکا انتخابات را به رسمیت شناخته است و اینمی امریکا درست او را به عنوان یک دولت با او توافق استراتژیک امضا کرده است. دقیق. اما همی دولت دور زده است. بنان ما بهتری داریم میگیم که سر گپ خلیلزاد حساب کردن و تبصره کردن جز جای وقت دیگه هیچ نیست. و تأسف میکنم به حال سیاست مدارایی که هنوز هم منتظر هستند که خلیلزاد چه وقت سر کلش پیدا میشه عکس بگیرند و یکان اکتای سیاسی بکنند، اما دستاوردشان هیچ. ببینین ما حرف ما ای است که ما هر وقتی که بحث میکنیم باید روی نتیجه بحث بکنیم. درست. یعنی شما دارین میگین امروز خلیلزاد براتون میگم صحبتایی که خلیلزاد داشت با مطبوعات درک کرد در روابط مجلس سنای روابط خارجی مجلس سنای امریکا سر تا پا توجیه ناکامیهایش در پیش برد مذاکرات صلح و بیرون کردن عساکر امریکایی از افغانستان بود. سر تا پا. غیر از او کدام چیز دیگه را خلیلزاد با ارتباط برنامه ای که بعد از این ما در افغانستان با کدام مشکل مواجه نباشیم یا در منطقه جنگ وجود نداشته باشد قطعا نبود است. ببین نکته بسیار اساسی که تا امروز ما اینطور فکر میکنم که حتی امریکایی ها حتی جهان در کنار امریکا اینطور فکر میکنم که جهان با امریکا طرفدار اینمی قضیه هستند که در این وطن کشت خون باشد. جهان و امریکا؟ جهان و امریکا اگر نباشند امروز امریکایی ها میفهمند که در مجموع 3500 کشته که در این وطن دادن و کسایی که اینا را میکشت از پاکستان میامدن. حمایت اونا را پاکستان میکرد، عقبه سیاسی و حمایتیشان پاکستان بود، اما یک روزم روی این مسئله بحث نکردن حتی امروز در صنای امریکا. اگر ما پاکستان سر جایش بشانیم شاید مشکل افغانستان حل شود. نقطه سوم براتون میگم امریکایی ها امی فعلا آنقدر که روی خروج خود از افغانستان برنامه ریزی میکنن روی پروگرام صلح و عجله را ندارن. واقعا اگر امریکایی ها او تاثیر به عنوان یک ابرقدرت یکان قرن پیش می داشتن ولی چرا توقع داشته باشیم از امریکا؟ خب میگه افغان ها خودشان انتخاب بکنن جنگ یا صلح. بسیار لطف کردی، ما حالا میخواییم که خودت بگویم نه؟ بله. نباید اگر تو توقع نمی داشتی نباید در میز مطرح میکردی گپ خلیلزاد. ولی تا اینجا خلیلزادی روند را به پیش آورده درسته؟ شما من تو براتون میگم ما پیامم به تمام سیاست مدار افغانستان به دولت افغانستان به احاد ملت افغانستانی است که به بدترین سناریو آمادگی داشته باشند که مداخله پاکستان درست. کشت و خون به وطن است و هیچ وقت دیگه به خلیلزاد به امریکا به هیچ خارجی او ارزشی که یا سرنوشت افغانستان را تعیین بکنند نباید. چرا داده شده تا اینجا؟ چرا می ارزش داده شد آقای فرید؟ درست است؟ خب. وقتی خلیلزاد با طالب در دوحه درباره سرنوشت افغانستان گپ می زد در کابل چی خبر بود؟ جنجال بر سر انتخابات و نتیجه انتخابات و قدرت چند چوکی درست است یا نیست؟ ما اینطور براتون میگم که درست. تا امروز اگر دولت خلیلزاد جدی گرفته بله. و اگر سیاست مدارا خلیلزاد جدی گرفتن کاملا به اشتباه بود. درست. و باید این اشتباه را دیگه تکرار نکنن و بدترین سناریو که آمادگی درست. برای مقابله با توریسم با پاکستان با عساکر نیابتیش است باید آمادگی بگیره. سپاسگزار آقای قیومی. خب خلیلزاد آل ارچی است، آدم اثرگذار یا غیر اثرگذار، منفی یا مثبت، ولی نقش بازی کرده، نماینده وزارت خارجه امریکاست. امروز گفت که دولت فعلی افغانستان پس از خروج به زودی سقوط نخواهد کرد. تحلیل شما چی است؟ یعنی چی؟ آیا میتونه به این معنا باشه که پس از خروج امریکا ناتو افغانستان با یک جنگ روبرو خواهد شد و قرار نیست که تا خروج امریکا ناتو یعنی 11 سپتامبر کدام توافق سیاسی هم به دست بیاید؟
خب اصلا بحث محوری آقای خلیلزاد در مجلس روابط خارجی سنا بیشتر ای بود که قبلا هم اشاره کردم. ببینید در تصمیم گیری دو حالت همیشه وجود داره. بعض وقت وقتی که قبل از اینکه تصمیم گرفته شود دلایل باید ایجاد شود به اساس دلایلی که قناعت بخش باشد، طرف بتانه که قناعت بتی باید تصمیم گرفته شود. بله. برخی وقت است که بعد از اینکه تصمیم گرفته میشه به دنبال ایجاد دلیل است، باید دلیل پیدا بکنی. از آغازی که آقای بایدن تصمیم گرفت تا اکنون که ما شما بحث میکنیم با شدت اختلاف نظر بین وزارت خارجه آمریکا و افراد نزدیک با آقای بایدن و بخش افراد نظامی کسایی که در ارتباط به مسائل افغانستان تجربه دارند اختلافات بسیار شدید است. بنابراین آقای بایدن تلاش میکنه با طرفداراش که یک توجیه و یک دلایل و خروجی که پیشتر هم مولانا صاحب اشاره کرد، خروجی که حدودا غیر مسئولانه است و نتایج کار آقای خلیلزاد هم در پروسه اصل روشن نیست، او میتونه تبعات را به افغانستان داشته باشد. اما بحث آقای خلیلزادی است که البته بعد از خروج کدام اتفاق قرار نیست در افغانستان بیفته و دولت افغانستان توانایی دفاع داره و قرار است که امریکا همکاریاش ادامه بده. اما نگرانی که در برخی از نظامی ها داره، حتی در پیش از صحبت آقای خلیلزاد برخی از اعضای مجلس سنا، روابط خارجی سنا، نگرانیشان را دوباره یادآور شدند قبل از اینکه آقای خلیلزاد صحبت شروع بکنند. اونا گفتند که برآورد ما نشان می‌دهد که وضعیت افغانستان ممکن است خراب شود با توجه به اینکه در پروسه اصل انکشافاتی رخ نداد. درست. خب طبیعتا آقای خلیلزاد برداشتش هم است که شرایط افغانستان نسبت به 20 سال فرق کرده و مردم افغانستان اگر از دولت حمایت بکردن یک پارچگی وجود داشته باشه، خب ممکن است دفاع وجود داشته باشه. بحثی که دو گزینه را مطرح میکنه، مثلا اگر میکنم این بحث تقریبا یک بحثی است که شما از یک شهروند عادی افغانستان هم سوال بکنین، اونا طبعا جوابشان هم است که آینده افغانستان و شرایط امروز افغانستان دو سناریو پیش رو داره، یا جنگ است یا صلح. اما خلیلزاد در قسمت پروسه سال تا حدود زیادی موفقیت نداشته، از این جهت یک مقدار تلاش کرد که نگرانی هایی را که نسبت به آینده افغانستان از سوی مجلس سنا وجود داشت اون نگرانی ها را کمتر بسازه و بیشتر تاکیدشی بود که قرار نیست که دولت سقوط بکنه و ما باید سر پروسه سال تاکید بکنیم بعد از خروج تا اینکه تفاهم به وجود بیاد. اما نشانه هایی که این پروسه اصل موفق شوه ما بسیار کم میبینیم. درست. دولت فعلا در وضعیت خوبی قرار نداره، او اجبای اصلی شکل نگرفت، یک پارچگی وجود نداره، گروه های مثلا را شما میبینیم که تا حدودی در بعض مناطق فعال شدن. ای یک مقدار زنگی از جنگ داخلی را مثلا بصدا در میاره که برخی از تلگرای امریکا مخصوصا مجلس سنا در قسمت نگرانی بسیار ولی گذاشتن یعنی دو تا گزینه آقای قیومی به شانه یا پیش روی افغان ها به چی معناست؟ گذاشتن تمامی مسئولیت آنچه که در آینده رخ میده به دوش افغان هاست؟ دقیقا قبل از این که صحبت آقای خلیلزاد داشته باشه، دقیقا دو روز پیش یکی از سفیرهای امریکا مخصوصا از سال 2014 تا 2016 سفیر آقای ترامپ یک مقاله بسیار طولانی در اگر شما بخوانید در فارن پالیسی نوشته کرده. او دو میشه که همین سوال که شما مطرح کردین جواب در اوجه کاملا روشن شده که اساسی دیدگاهی به این مقام ارشد امریکایی است که افغانستان به حد کافی در طول 20 سال مورد حمایت امریکا قرار داره. مخصوصا دو موضوع رو بحث کرده، یکی اینکه ما در طول 20 سال به اردوی افغانستان کمک کردیم، امکانات زیادی به اردوی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده شد و مخصوصا به 300 هزار نیرویی که ما کمک کردیم. بعد از خروج ما یک امتحان است که نیروها چی میکنن در برابر دشمنشان، آیا یک پارچه هستن، آیا میجنگن و این باید مسئولیت خود افغان ها باشن چرا ما در 20 سال کمک کردیم. موضوع دوم که در اینجا بحثی در ایست که افغان ها تا وقتی که حضور امریکایی ها بودن که با هم تانستن که با کار بکنن، همیشه مشکلاتی را که ایجاد شده با هم
همدیگر پذیری داشتن، روی وحدت بیشتر تاکید کردن، گرچه اختلافات هم داشتن. باید بعد از خروج امریکا افغانا ثابت بکنن که آیا میتونن به عنوان یک ملت با هم در کنار هم باشن، آیا میتونن یک پارچه باشن، آیا میتونن در برابر دشمنی مشترک بجنگن، از مسائل قومی عبور بکنن، به یک افغانستان متحد باور داشته باشن، یا ای که دوباره مثل سالهای دهه 90 حرکت‌های قومی شروع میشه و ممکن است منجر به جنگ داخلی شود. بنابراین من فکر میکنم بله، حدودا تمام مسئولیت هایی که قرار است در افغانستان اتفاق بیفته امریکایی‌ها متوجه خود مردم افغانستان و دولت افغانستان تلقی کردن و به نظر میرسه که زیاد یک نوع ما تصور بکنیم الزامی وجود داره که پس از خروج اونا از افغانستان توجه جدی داشته باشن، همچنین مسئله فکر بکنم زیاد دیده نمیشه. و یک آزمون کلان در برابر خود افغان ها قرار داره و اندک خطاب آقای قیومی به تعبیری بسیاری ها افغانستان را به کام یک بحران تازه تر فرو میبره، چون این است؟ خب ما به این باور هستم که آنچه که خیلی مهم است است که چگونه تحولات در کدام مسیر دولت افغانستان رهبری میکنه. فرصت وجود داره، باور همیست، تحلیل همیست که در صورتی که اصلاحات لازم دولت افغانستان به وجود بیاره، روش حکومتداری تغییر بکنه، استراتژی آقای غنی تغییر بکنه، امکان دفع خطر وجود داره. اما به دو شرط. شرط اولش ایست که یک اصلاحات کلی را باید رئیس جمهور غنی به وجود بیاره، مخصوصا در بخش نیروهای امنیتی. هنوز نیروهای امنیتی وزارت داخله وزارت دفاع را میبینید که با سرپرست پیش میره در این شرایط، این سر نگران کننده. شرط دوم خیلی زیاد کمک میکنه به خاطر تغییر و مخصوصا پیشرفت پروسه اصل، یک دیپلماسی قوی منطقه‌ای باید شروع شود. چرا فعلا کشورهای منطقه تا حدودی پس از خروج نیروهای امریکا علاقمندی دارن از این پروسه حمایت بکنن، در صورتی که دیپلماسی فعال دولت افغانستان بتونه کشورهای منطقه را قناعت بده و حمایت کنه در روند پروسه اصل تحت بکنه. سپاسگزار قیومی صاحب. آقای اسد، یک نوع هشدار داده شده نسبت به اشتباهات گذشته، یا به گونه طعنه‌آمیز هم گفته شده که رهبرای افغان هم اشتباهات گذشتهشان را تکرار نکنند که جنگ های داخلی است و آنچه که پس از خروج شوروی اتفاق افتاد در افغانستان. چقدر نشانه های تکرار چنین اشتباهی را میبینیم در شرایط فعلی افغانستان، وقتی که هر بار حرف از جنگ های داخلی و هرج و مرج به میان میآید و مثلث‌سازی ها هم در گرد و پیش کشور همین روزا شاهدش هستیم؟ از بیو باوری ما عملا پا جنگ کیو، ولی با یک صف که طالب است، یو صف طالب در اختی هم دایش هم دخو طالب دیر دین قوت دقه ده. ما عملا پا کور کلی که ما مثلا مثال در غنداو، بله، کور پا کور، دروازه پا دروازه، دیوال پا دیوال، بخشه پا بخشه جنگو. مثال نتا پا هلمند که، قندوز که، بغلان که، مثلا هرات چندن کی په مشرقی کی په لوی پکتیا کی لوګر کی د کابل په سودا میدان ورده ګلار دا موقت موږ عملم په جنگ کی یو افغانان یاري موږ په داشل خلک له جنگ نه نه وتلې موږ عملم په جنگ کی و د امریکانو په وجود کی په دا ټول قوتو د ټول امکانات او هر څه سره یو څومره مخکې موږ ګورې امریکانو د هغه خپل وضعیت در کړه د چنور موږ په افغانستان کې لیو ډیر هغه سره مات سره مخ یو انده دی واضح ده در کړی ده دی خلیزات خبرې چې تاسو واورېدلې یعنی پر دومره ضد ناقص یو ما مخکې ویل چې یو څه ویل چې موږ طالبانو دومره ځواک نه ده چې موږ باندې حمله وکړو که وکوه سو بیا موږ شورای امنیت نه بیا به دا ځپو ولې دا شل کال نه وسول. په مقابل کې د نړیوالو اړیکو کمیټې مشر ورته وایي چې موږ تر اوسه دغه ته هېڅ برنامه تاسې نه لرئ چې دا څوک به وکړي چې رښتیا موږ ته ګواښته افغانستان ته ګواښته دلته هغه بود ده چې موږ په امریکایانو باندې اچولې موږ څه کاره یو موږ څوک یا دا وطن د موږ ده که د امریکایانو بله دقیق دلته افغانان څه کولی سي دلته زموږ سیاسون څه کولی سي دلته افغان حکومت څنګه کولی ولس ګورې یو څه زه تل وایم ولس هم په ډېرو مواردو کې زموږ ولس خاموش ولس ده صحیح ده جنګ پرې وسو وټه کول سول ووژل سول مګر هم په ټوله دنیا کې کله چې تغییر راوړي
سیاسون هیڅ وخت ډیر مردم ولست غیر راولي ولست ولس هر وضعیت ته په کتو سره یو یووالی کې او دا د افغانستان په تاریخ کې تل ثابت سویم ده. افغانانو په تاریخ کې له ډیرو سختو له دغو نه سختو حالاتو نه ځان ایستلی فقط ولس کړی سي ولس یو غږ کړی ده. ولې متاسفانه زموږ ټول منتظر دې ته چې امریکا څه کوي موږ ته زه په دې عقیده یم چې امریکا په دا شلو کالو کې زموږ سیاسون دومره وپاشل سره یو له بل نه لرې کړل. په دې دوره کې مثلا له رئیس صاحب جمهور نه ټول سیاسونه اول همدغه امریکایانو چې همیشه به ورته چې مثلا مجاهدین باید څنګه سي ټوپک سالانو وټکول سي دای رئیس جمهور ته پلان ورکو چې دا باید لسانی نه ویسل سي در حال کې دای هغه څه وکړ چې رئیس جمهور غواړي چې دی تنا پرېږدي او دلته سیاسي مخالفتونه دومره ورته زیات کړي چې بله ورځ بیرته په یو محور نسي سر راټول. بله مثلا جانب مقابل ته بیا ډیره ښه زمینه ثابته وي او آرامه وي ورته چې هغه راټول سي او هر سیاسون وایي چې نه زه څه کوم رئیس جمهور تر دې رئیس جمهور نزل طالب سره یو ځای کېږم چې نن موږ دا خبرې اورو دغه وضعیت دلته امریکایانو را جوړ کړی ده دلته خارجیانو دا را جوړ کړی چې افغانستان هغه کړ ولې افغانان تل په دغه سختو حالاتو کې موږ روږدي یو لوی سوي یو ولې د وتلو هنر هم شته په دې خلکو کې مګر هغه په هغه صورت کې چې خپل حرص خپل غرور دا ټیټ کړي لږ او په دې فکر شي چې موږ له دې وضعیت موږ مثلا ولی بسیار خوب است که بر رخ کشیده شوه اشتباهات گذشته مثلا امریکایی‌ها خوب است که بگویند به یادشان بیفته رهبرای افغان که در گذشته چی کردن. یعنی می خواهیم پرسان بکنم که ترسی که بر تکرارش وجود داره فکر میکنین واقعی است یا نه آل افغانستان تغییر کرده میگین شرایط گذشته نیست ولی رهبرا همون رهبرا هستند یا نیستند به نظر شما؟ یو تفاوت موږ ته یو څه راښیي افغانانو ته چې هېڅکله د بل په مټه او پردی کټ وایي چې تر نیمو شپو وي پښتو کې یو متل ده همغه نن دغه ثابت شو. زموږ هغه ورځ په یاد کېږي چې یو له همدغو رهبرانو دا ویل چې مثلا په خوست جاغه و وایي په کروزو یې نورو مو ویلی چې څومره نورو ویستل کېږي دا هغه څه و ولې نن همغه بیرته وایي چې د امریکایان وځي او دا وضعیت رامکړ دا خبره موږ ته په کار ده دا موږ تاسې په خپله پښتو دری کې وایي چې پیغور دغه پیغور د افغانان دا په کار ده چې موږ نه بل له موږ سره دریزي نه بل هم ساتي نه بل هم حمایه کوي بل هم ټول پاشي دا د موږ په مخ کې ده. هو یو څه تفاوت سوی صحیح ده رهبرانو مامغه دي مګر د ولس دا شل کاله کې خصوصا افغانستان او نړۍ او شاوخوا ډېر تغییر کړی ده. دلته اقتصادي سیاسي اجتماعي فرهنګي بافتونه څه سوي دي تغییرات په منطقه کې راغلي دي ډېر زیات ده. مثلا افغانستان هغه ولس چې مثلا یوویشت کاله مخکې ونه نه و په یوویشت کاله کې یو غټ بل نسل راپورته شو تحصیل کرده راپورته شو له نوې ټکنالوژي له نوي فکر سره صحیح ده دا مشکلات به ټول وي پې ولې هغه په دې فکر کې ده زه څنګه مخ ته ولاړ سم بیرته شاته نه ځم و اینا نشانه های خوب است دغه څه دي چې موږ دا مطبوعات ده اوس موږ داسې ناستو دغه هغه څه ده چې موږ یوویشت کاله مخکې نه درلودل. دقیق تشکر آقای فرید برداشت شما چی است یا فهم شما از امی مسئله برخ کشیدن اشتباهات افغانان در گذشته از نظر شما به یادتان میاره جنگ های داخلی را هرج و مرج گذشته را درست است؟ از نظر ما یکی بیشتر به اصطلاح جنگ داخلی یا مفهوم جنگ داخلی که همیشه افغان ها را دشمن هم تلقی میکنن من خیلی موافق نیستم. ما با همو دشمن می جنگیدیم که امروز هم با همو دشمن می جنگیم. همیش دشمن از جنوب افغانستان آمده است که از پاکستان است و توسط پاکستان حمایت شده است و شما یک وقت اظهارات جنرال مشرف با تمام جزیات شنیدین و امروز هم تمام دنیا می گویند که اگر پاکستان بخواهد جنگ در افغانستان خاتمه پیدا می کنه. معنی چیست که ما خیلی با مفهوم جنگ داخلی با اصطلاح جنگ داخلی واقعا موافق نیستم گرچه عناصر افغانی است گرچه عناصر داخلی است اما جنگ خارجی است. در همون زمانی که ما جنگ داخلی میگوییم 46 زبان مخابره در قندوز در برابر مقاومت میجنگید با 46 زبان که امروز هم اسنادش هست بیش از 10,000 تروریست در این وطن در کنار طالب می جنگید به کمک پاکستان. پیش از طالب چی بود؟ 600 نفر همچنان 650 نفر تقریبا از طالبا از فوج پاکستان از چراتش در لباس طالب
در کنار طالب می جنگید. اما وقت هم یک جنگ تجاوز بود، تجاوز سیاه بود علیه دولت افغانستان. پیش از طالب ولی پیش از طالب، بله. پیش از طالب و مساکر نیابتی پاکستان بوگه بود که نیستیم کس. کی؟ ثابت کنه. احزاب؟ بله. بعضی احزابی بودن که حتی یک قسمت احزابی که در ترکیب دولت بودن در اون وقت با اشاره پاکستان به خاطر تضعیف دولت رفتن در آغوش پاکستان. قسمت دیگهش در برابر دولت میجنگه. یا آغوش هنوز باز است. همیز هنوز باز است. باز است. پس باید ببین ترس داشته باشیم از تکرار یک چنین فاجعه ای در آینده. من میگم ترس نی. ما باید احتیاط بکنیم که یک معنای ترس است یک احتیاط است. یک نکته دیگر هم تمام مسائلی را که ما مطرح کردم به این مفهوم نیست که ما بسیار از طالب ترسیدیم و فردا میاد ما را پامال میکنه. ما یک قسمت براتون عرض میکنم که شرایط فعلی تا شرایط گذشته بسیار تفاوت داره. مثلا شرایط نظامی میایم یک کمی مکس میکنم. زمانی که طالب قندهار با کمک پاکستان تصرف کرد شاید در ظرف یک ماه بود یا کمی بیشتر دقیق چانو رفته تا میدان شهر رسید. شما امروز شاید هستید که در برابر همون طالب در سنگین مردم میجنگه، در مارجه میجنگن. چندی قبل نیروهای قهرمان افغانستان زندان را در یکی از ولسوالی های هلمند شب آزاد کردند. مردم کجا می جنگند آقای فرید؟ مردم افغانستان. مردم مارجه می جنگند؟ اردوی افغانستان. مردم مارجه و سنگین؟ متاسفانه. خب. متاسفانه. پس زمینه برابر نیست به برگشتشان؟ متاسفانه. ما ایتر براتان میگیم که به اون شکلی که شما فکر کنین که زمینه با برگشت طالب مساعده است، طالب بسیار توان خود به خرج داده. اینطور نبوده. نیروهای امریکایی از 2014 به بعد فقط کمخور بالانشین بودند. در کدام عملیات هوایی سم میگرفتند. بله اکمالات داشتن از اون منکر نمیشیم. اما بیشترین فشار عملیات و پلان عملیات و همچنان مقابله با تروریست و با طالب به دوش اردوی ملی افغانستان بود. درست. و این گپ هم از نظرتان بدور نبرید که امروز پیشتر شما اشاره کردین در گوشه و کنار مظاهر مسلح بله. وجود خدا دوباره عریان ساخته است و آمادگی داره به دفاع از کشور. بله من یک مسئله دارم که چی دولت بخواهد چی دولت نخواهد، مردم با نفرتی که از طالب دارن، با جنایتی که طالب در برابر مردم انجام داده است، منتظر از این نمیشینن که دولت چه تصمیم میگیره. اما به دولت میزیبه که چطور از همچه قوت ها، از همچه امکانات، از همچه خیزشاتی که مردم از خود سلا داره با امکانات خود در برابر دشمن افغانستان میخواد مبارزه کنه، باید از این بسیار یک استفاده شایسته بینه یک میکانیزم باید درست بکنه. جزیره سازی نیست؟ بله. اگر دولت این مسئله را تنظیم نکند طبعا جزیره سازی میشد. ما براتون میگم مردم منتظر نمیشینن که دولت طالب بیاید تا منطقه ما را بگیره و مصروفیتی که دولت داره باز مردم دست در علاشه بشینن که بیان دولت ما را نجات بده. ما دیدیم که مصروفیت دولت به حدی بود که امروز تا اکثر قصبات دولت افغانستان قرا طالب نفوذ کرد. مردم دیگه تحمل از این را ندارن و دولت باید استفاده بسیار احسن با یک میکانیزم درست هم در بخش سیاسی دولت تغییرات بیاره، هم در بخش نظامی چگونگی سوق داره نیروهای مقاومت و نیروهای دولت. این بزرگترین یک سرمایه خدایی است به دست دولت افغانستان. به جای از اینکه محکوم بکنه این نیروها را باید با این نیروها تفاهم داشته باشد، از این نیروها استفاده بهینه در دفاع از افغانستان و در سرکوب دشمن. صورت مسئله اشتباهات گذشته ماند و پراگندگی فعلی دوباره میایم از شما میپرسیم، ولی اجازه بدین این نامه ای که طالبا ظاهرا فرستادن به چهره های سیاسی افغانستان، آقای قیومی به چی معنا میتونه باشه؟ آیا داره جمهوریت را از درون از هم میپاشانه طالب؟ قصدش این گونه است یا نه خیر از گفتگو و مذاکره با حکومت خسته و ناامید شده آل دروازه های دیگر را در میزنه؟ طالب ها دقیقا دو هدف دنبال میکنن. من باید باور هستم که با تایید صحبت های مولانا صاحب از نظر نظامی شرایط افغانستان تغییر کرده، یک بسیجی مردمی شکل گرفته، اگرچه در داخل ساختار نظام هنوز هم اختلافات وجود داره
یک پارچگی وحدت کمتر دیده میشه. از نظر نظامی و طالبان خیلی دشوار است که پیشرفتی داشته باشند، اما ممکن است تلاش بکنند که افرادی را به خود جذب بکنند. چرا یک گفتم میشه که افرادی هستند که در درون نظام اما در عین زمان با طالبان همکاری میکنند. در قسمتی که نامه را به برخی رهبرا و گروه های سیاسی طالبان نامه فرستادن، برداشت ما این است که مذاکره با گروه های سیاسی مخصوصا با رهبرای جهادی به طالبان بیشتر زمینه امتیاز ایجاد بکنه نسبت به اینکه با یک دولت صحبت بکنه، نسبت به اینکه موقف رسمی دولت در نظر بگیره. ممکن است طالبان تلاش بکنن که اصلا مشترکاتی را بین خودشان بین رهبرای جهادی بحث بکنن تا در چارچوبی به دنبال یک راه حل سیاسی باشن. این نقشه هم دقیقا از طرف پاکستان طراحی شده. چرا پاکستان به دنبال یک صلحی است که در نتیجه صلح دولتی که در افغانستان شکل میگیره حضور گروه های افراطی بیشتر باشه و از سوی دیگر متاثر از پاکستان باشه. بنابراین ما برداشت میکنم برمی احساس است که همیشه تلاش ها صورت مسکو داره. یک، مسکو دو و مسکو سه در این اواخر آقای قیومی فکر میکنین نشان داد که این فرصت فراهم است به طالب برای حال سربازگیری، اگر نگوییم از درون سیاسیون افغانستان یارگیری؟ خب طبیعتاً بدون شک با خروج نیروهای امریکا از افغانستان این تلاش ها بیشتر بشه، هم تلاش های سیاسی و هم در عین زمان بیشتر دوستان صحبت کردن مسئله جنگ. اما در عین زمان اگر دولت ابتکار عمل به دست بگیره، خب طبیعتاً امکانات محدودی در اختیار طالبان قرار میگیره که سربازگیری بکنن. چرا؟ دولت مشکلی به نظر ما برداشت ما ایست که استراتژی را که در گذشته دنبال میشد که عمدتاً البته همیشه دولت های وابسته تحصیل از قدرت های خارجی در بودی مسائل داخلی کارهای اساسی را انجام نمیتن. چرا باورشان نمیسته که حفظ قدرتشان در نتیجه حمایت قدرت های خارجی است. دقیقا این رویکردی سیاست داخلی را یا در واقع روش حکومت داری را در دو دهه افغانستان ما تجربه کرده ما میبینیم. اما افغانستان فعلا در یک شرایط بسیار متفاوت قرار گرفته، در یک دوره قرار گرفته که دوره گذار یا به طرف صلح است یا ای که دوباره جنگ ایجاد میشه. انتظار مردم هم است که رئیس جمهور غنی با درک شرایط و واقعیت ها باید روش های حکومت داریش کاملا تغییر بده، یک استراتژی جدید اختیار بکنه. هنوز فرصت داره که مردم را بسیج بکنه، هم نیروهای مقاومت بیشتر مسئله بسیار خوبی را مولانا صاحب اشاره کرد و هم نیروهای امنیتی را اعتماد بکنه، هم به مقاومت و هم به نیروهای امنیتی. اصلا افراد بسیار با تجربه که در دوران مقاومت با طالبان جنگیدن بهتر است اونا بیان در بخش های امنیتی مسئولیت بگیرن، نسبت به طالب شناخت بیشتر دارن و میتونن که خطر طالب را دفع بکنن. مسئله اساسی است که طرز دید آقای غنی است. آقای غنی باید فراتر از یک گروه محدود همین مسئله آقای قیومی، چی اتفاق افتاده که وقتی حرف از دولت انتقالی به میان میآید و کنار رفتن رئیس جمهور غنی، سیاسیون ساز شادی می نوازند، تقریبا موافقت می کنند حتی اگر او دولت به سود طالب باشه یا نباشه، ولی خوشحال می شن. ما به باور هستم کنار رفتن آقای غنی یا مثلا در شرایط کنونی زیاد نمیتونه راه حل باشه. بیشتری است که با آقای غنی کار صورت بگیره و یک تغییراتی ایجاد شود. درست. گرچه مشکل اساسی آقای غنی هم است که پیشتر هم اشاره کردم که تا هنوز موفق به این نشده که از یک گروه محدود بالاتر اعتماد بکنه. چرا همین فرآیند اعتماد دو طرفه است. وقتی که یک رهبر، یک زعیم، یک کشور توانای اعتماد نسبت به دیگران نداشته باشن، تمام دیگران نسبت به اعتماد نمیکنه و این قطعا میتونه که در شرایط فعلی نتایج بسیار منفی را در آینده افغانستان داشته باشه. سپاسگزار. آقای اسد، این نامه به شما چی پیامی را میرسانه؟ فکر میکنین طالب با آغوش کشیدن سیاستگران میخواد حکومت را شکست بده؟
یو خوصه اول مولانا سی خبر وکړه له جنوب نه تلاغ شو چې دا د جنوب ولایتونه د افغانستان کې پاکستان ښا داسې بس پدې زه از مو کوم هدف نه پاکستان ښا بدې مو زه خبر را پس مو استاد سن اگزیسه به تل ویل د حقوق د سیاست سي دا بازی با کلمات بله بله به اوز خاطر گفتن که واسه تسریع شو ما یک چیز به چند موضوعات مولانا سن میرم بفرمایید په افغانستان کې ټول احزاب از ما په نظر په افغانستان کې ثابت هم دي دغو وضعیت هم نورو ممالکو سره څومره کار کوه او چا کول زه یو مثال وایم تاسو په دې نږدې ورځو کې ولیدل آیا پاکستانیان له چا سره ډېرې ناستې وې احمد ولی مسعود لارد پاکستان ته چې کله راغی دلته د افغانستان حکومت هم ویل چې باید دا حکومت هم نه وي د حکومت په مقابل کې خبر راپورته کړه آیا دا تر ټولو کې زیات نږدې کس څوک تیر ورځې صادق خان دلته راغی له چا له چا سره لیدنې وکړې تل دلته موږ بعضې مهرې د دې په خاطر ناستې دي چې ودرې او بل څنګه وټه کوي او حال دا چې ټول شاید هغو ته ډېر وفادار همغه وي راځو دا بلې موضوع ته چې طالبان د افغانستان یو خو په افغانستان کې متاسفانه زموږ سیاسون تاسې موږ یو سیاستمدار لیدلی چې 2001 نه تر 2006 پورې په یو دید او په یو فکر وي له یو ټیم سره وي په نورو دنیا کې سي احزاب دي سیاسون دي هغه کلونه دي و حزب و ټیم ته کار کوي چې یو ځای ته ورسوي ولې متاسفانه زموږ هر شپږ میاشتې وروسته تغییر کوي زه یو مثال وایم زموږ یو قومندان مثلا چې یو وخت یو وزیر وي کله چې وزیر تیریږي وایي موږ ته موقت حکومت ښه ده دغه زموږ د سیاسونو هغه دید و دیدګاه ده طالب ډیر ځیرکانه ډیر ښه له دغه وضعیت نه درک کوي بیا وایي هر چا ته نعملیږي چې راسه ته له موږ سره ودرېږه سبا به دې دغه موقف او دا ځایګاه به دې هر څه معلوم مګر یو څه د دوی ته پام وي چې طالب سره دا خلک څو کلونه جنګېدلی او طالب په دې پیس دا خلک شل کاله دې نظام دغه پیسو دغه امکاناتو د امریکا دغه هیڅ چاته وفادار نه و دا سبا ماته وفاداره کیږي نه او په هیڅ شکل او په هیڅ استفاده ابزاری بس میخوایم وزید ابزاری هغه کی کدی خپل عزت غواړي کدی خپل حیثیت غواړي هم دغه سپینګیر رئیس جمهور په مقابل کې زده نه وایم رئیس جمهور په ټیم کې مشکلات ډېر راشده زه د یو پښتون پایس یو څوک چې د ده سره ولاړ و ولې زه دا واضح نن هم دې ځایه مخامخ هم ورته ویل چې په ټیم کې مشکلات شته موږ دا وضعیت ته تغییر باید ورکو او په دې ټیم کې ته نه رئیس جمهور نه ده معاون اول یې ده چې یو قوم له یو طرف نه نماینده کېږي معاون دوم یې ده دلته د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر صاحب عبدالله ده چې نیمای حکومت لیږ نه اخلي دا هر څه ولې رئیس جمهور ته ځي صحیح ده رئیس جمهور د مملکت ته ولې هغه چې کله تصمیم نیسي کله خبره کوي له شل طرف نه چې لکه اندازې هلته ورته کیږي دغه وضعیت ته چې رئیس جمهور هغه فضا د اعتماد هم کموي هغه حلقه مجبوره کوي صحیح ده له دغه وضعیت نه یو ټیمونه خلک شته چې د رئیس جمهور له دغه وضعیت نه سوء استفاده کوي په کار څه ده چې افغان سیاسون په دغه یو محور راتاو سي چې هغه د افغانستان حکومت ته موږ صلح ته دي ولاړ سو طالب سره صلح کول د افغانستان د ولس غوښتنه ده د سیاسونو نه ولس نه غواړي چې نه د طالب لخوا نه داست له د حکومت لخوا زموږ یو سرباز یو ملي اردو یو امنیت ولغه سي مګر په کار څه ده چې موږ یو فکر ولرو چې د افغانستان راتلونکي ته موږ څه کولای سو آیا فقط دا چې موږ پیسې را ټولې کړو او قصرونه جوړ کړو او بل زه یو څه وایم په دې جنګ کې که جنګ شروع سي تر ټولو نه به هغه جهادیان چې په همدغه نوم باندې دا شل کاله پیسې اخیستلې امتیازات یې اخیستل له امریکا نه او یو قوم و یو خلک یې ټکول تر ټولو نه به هغه زیات ټکیزي او زیات تاوم هم هغه خلک ویني سپاسګزار مولانا صاحب چطور فکر میکنین طالب جرأت کرده که نامه بفرسته به سیاسیون اگر صف جمهوریت صف واحد و متحد است یعنی حتما خالیگاه هایی را دیده که نامه فرستاده اول سر یک صحبت بیم از جناب وکیل صاحب بله بله جناب وکیل صاحب من یک قسم از صحبتتان موافق است فقط براتون میگم اگر ما سیاسیون با واقعیت در افغانستان میداشتیم از دوست و از دشمن یک تعریف میداشتیم سیاسیون ما اگر واقعا سیاست مدار میبودن تنها در اختیار پاکستان قرار نمیگرفتن کس خوش شود خفه شود ما از این تریبون میگویم که سیاسیون ما به خاطر بلند شدن عکسشان در یک چهارراه پاکستان و ششتن در یک چند مجلس و بلند بردن پروتوکول از تمامش و بعد چند گپ تشریفاتی حتی به خاطر فریب مردم افغانستان
قهرمان ملی را قهرمان ملی گفتن و مقاومت برحق گفتن، اینا اینمی گپ حساب میکنن که پاکستان تغییر کرده. سراسر اینا به اشتباه روان هستن. ما نمیگویم که ما بیاییم سراس همیش قسم سیاست بکنیم که پاکستان را دشمن خود بسازیم، نه. ما هم پاکستان را به عنوان یک فرصت فکر کنیم، هم به عنوان یک چالش. درست. اگر ما سراسر میریم با یک بلند کردن عکس قهرمان ملی در یک از جادهای پاکستان میگیم پاکستان تغییر کرده، ای از خامی ما در سیاست است. بله. در یک نقطه دگام براتون میگم که سر دعوت طالبان می یک چیز میخوانم. بله کوتاه لطفاً. بسیار کوتاه، مگر اجازه بدید بفرمایید. جناب اندیشمند صاحب یک چیز انداخته بودم سایتش. بود یک طالب میگه بزرگترین اشتباه مجاهدینی بود وقتی که به کابل آمدن حرف عمومی اعلان کردن، باید به جای حرف عمومی قتل عام میکردن تمام کسایی که در حزب دموکراتیک خلق یک روز زندگی کرده بودن. خب و رخ دوم گپش است که طالبا زمانی که این بار افغانستان را بگیرن، هر کسی که یک روز با حکومت زندگی کرده نباید شامل حرف شود، باید تمامش اعدام شوند. این فکر طالب است به نام جمال احمد که شاید امو اسم مصارف شد. گپ دیگری که شما میگوین به ارتباط دعوت. بله. اگر سیاست مداره افغانستان ننگ داشته باشند، بله، عقل داشته باشند، شرم داشته باشند، در مسکو که رفته بودند به شمول آقای کرزی که طالب برادر میگفت، در فرق سر مردم افغانستان طالبشان تا این همه قدر تقویش کرد روبری از همی 45 دقیقه یار دو زدن، فحش گفتن، دشنام گفتن، بیابرو کردن، به عزتشان کردن. و زمانی که خواست آقای زدیار دفاع بکند، حتی دفاع از امورم گوش نکردن. اینمی طالب است و اینمی برخوردش است با این سیاست مدارا. من شک ندارم که دمی تریبیون شما دیدیم که بارها گفته شده است که باید طالب بیاید، باید چطور شود، باید چنان شود. یک نکته را به ارتباط رئیس جمهور بگیم. بله. بله. رئیس جمهور ملک نیست، انسان است. رئیس جمهور اشتباهات زیاد داره. ما یگانه چیزی که رئیس جمهور بیشتر برم ارزش داره جایگاهش و طالب شناخته میگه طالب دشمنم است. این برای من اما در باقی مسائل درست. رئیس جمهور هم اشتباه داره، سیاست مداران داره. باید ریاست جمهوری از این وضعیتی که است یک شراکت واقعی را با مردم افغانستان ایجاد بکند. ما با یک صف واحد هم به صلح بریم هم به جنگ بریم. سپاسگزار. قیومی صاحب بسیار کوتاه در یک جمله. اول می از اول می وضعیت افغانستان را چگونه میبینین؟ فکر میکنین طالب دوباره حمله کنه، خشونت ها را افزایش بده، مخصوصا بر امریکایی‌ها، یا نه بعید است و این کار را نخواهد کرد؟ خب تلاش ها صورت میگیره که قبل از خروج نیروهای امریکا پروسه سل به یک روش دیگری به موفقیتش بیشتر شود. بستگی داره، اگر در قسمت پروسه سل تغییراتی ایجاد نشوه کنفرانس اول می یک دو روز بیشتر نمانده به اساس توافقنامه دوحه قیومی سیب در شرایط فعلی که دیده میشه که طالبا در بیشتر در مسائل نظامی توجه دارن نسبت به مسئله جنگ، اما من فکر میکنم بستگی داره به تلاشایی که بعد از این صورت میگیره. ممنون قیومی صاحب از حضور شما، آقای مولانا فرید و آقای خالد اسد که در برنامه با ما بودید و از شماهایی که همراهی مان کردید.